شامتان خوش. شامتان خوش. شام خوش. با نبیجه. خوش. نه 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 نبی. شش الا. شام خوش. وطن دار. Every day. All the time. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و هزاران سلام تقدیم شما دوستان عزیز علاقمندان برنامه شام خوش. شام مقبول قشنگتان بخیر. خداوند سپاسگزار هستم که باز هم فرصت حیات داد تا یک بار دیگر در برنامه شام خوش حاضر شوم و برنامه را تقدیم شما دوستان عزیزان کنم و شماره تماس برنامه را میگم 0779359335 است و ساعت 6:10 وقت کابل افغانستان است. موضوع برنامه ما تنبلی است. تنبلی چیست؟ و انسان های تنبل باعث از این میشه که بسیار شانس ها را از دست میتن. ما شما نباید تنبل باشیم. میگه تنبلی یعنی عدم تمایل به فعالیت یا تلاش با وجود داشتن توانایی برای انجام کار، یا به عباره دیگر خیلی از افراد شاید بشناسید که در مورد رویاها و ایده های بزرگ خود صحبت میکنند اما هیچگاه برای رسیدن به آن رویاها تلاش نمیکنند. چون این افراد نیز گرفتار تنبلی هستند. تنبلی باعث می شود که افراد خیلی از موقعیت ها و شانس های زندگی خود را از دست بدهند. بنابراین با شش ویژگی افراد تنبل آشنا شوید. اگر احساس می کنید که شما هم دارای این ویژگی ها هستید، با سرعت آنها را کنار بگذارید تا به رویاهایتان برسید. آدم تنبل هیچ کس دوست نداره و از آدم تنبل همیشه خود فریب می ده. یکی از ویژگی های افراد تنبل او نمیتواند صبح زود شروع کنه، یعنی تا وقت خواه میشه. او به ندرت کار را تمام میکند. بسیار بایستگی کار میکرد، اصلا کار خود بسیار گفتن او کارکو بازو کار خود انجام میده و او پر از بهانه است. یک گفت برش بزنی بهانه جویی میکنه، ولی یه تو شد یه تو دلیل های ناق میگه اوی داره که تنبل است و او ذهنیت شکست خوردن دارد. همیشه آدم های تنبل شکست میخوره و او فقط یک بازیگر با بیان خود است. فقط خود هر چیز بیان میکنه با زبان خود، اما کار عمل انجام نمیده و پر از رویاهای غیر واقعی است. چیزایی در دلش میگرده که ما تو میکنه اما هیچ کار انجام داده نمیشه. وقت از خواب بیدار نمیشه، نه وقت از خواب بیدار میشه، کار انجام داده یک کار تسلیم میشه، کار انجام نمیده. آدمای تنبل هم ما و شما نباید تنبل باشیم، همیشه کوشش کنیم که پرکار باشیم و همیشه سرخیز باشیم. 0775935 شماره تماس برنامه است و میره سراغ تماس و اولین تماس جواب میگیم. پیش از اینکه تماس جواب بگیم باید بگیم که شما میتونین با صفحه فیسبوک آریان اف ام برین، در اول فیسبوک آریان اف ام لایک کنین، بعدن برین با صفحه فیسبوک آریان اف ام و زیر پست برنامه شام خوش کامنت های مقبول قشنگتون بگذارین. ما کامنت های شما رو در جریان برنامه البته بخونش میگیرم. اولین تماس رو جواب میگیم، میریم سراغ اولین تماس برنامه، ببینیم که اولین تماس برنامه از کدام عزیز ما هست. الو، سلام علیکم. سلام علیکم، شما مقبول بخیر. علیکم السلام، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. شما مقبول، شما بخیر باشه. سلامت، زنده باشین، سلامت خوب باشین. سلامت باشین مروه جان. مروه بسیار خوش اومدین، اولین تماسم از شما برقرار شد. سلامت، زنده باشین، خوش باشین. بله، تماس گرفتم. خوب است مروه جان. موضوع برنامه ما تنبلی است، انسان های تنبل. خودت خود تنبل نیست ان شاء الله؟ من نظر خودت چیه؟ باید همیشه کار ما بودستیم، تنبل نباشیم. همیشه آدم های تنبل پسمان هستند در هر چیز. بله، خب یک مهماس از پیشتون پرسون میکنم. میگه او آن کدام کشور است که در چشم ماست؟ نفهمیدی؟ خب میگه خیلی یک معمای دیگه است. میگه آن چی گرد سبز رنگ است که اگر در آب بریزی سرخ میشود؟
خون نه خیر نه سبز رنگ است اما در آب که پرتی سرخ میشه خون رنگ سبز خب خیره میریم طرف سوالای چهار جوابم باشه آرامگاه فردوسی در کدام شهر است؟ شیراز، توس، نیشابور، مشهد آرامگاه فردوسی در کدام شهر است؟ شیراز، توس، نیشابور، مشهد شیراز؟ شیراز نیست یک گزینه دیگر بتونید انتخاب کنین توس، نیشابور، مشهد مشهد ممنونت مروه جان مروت درست نبود تشکر سلامت باشی اوقاتت خوش اشتباه بود بله معلومات نباشتم بگم خیر کدام گپ نیست همی که تماس گرفتین کافیست نباشین سلام ما تقدیم باشید و قربون هستی دوسته که شنوای برنامه هستن اوقات خوش سلامت باشی خدا من نگه دار خدافز خدافز 0775935935 شماره تماس برنامه است موضوع برنامه ما تنبلی است میری سراغ تماس و همش نیم از شنونده ما بله سلام علیکم الو سلام علیکم الو سلام علیکم علیکم السلام خوب هستی شامت بخیر تشکر دارم سلام علیکم بچه میدی شما جوستت من به سلام به شما سلام به امکار دست می کنم به تمام دوستان نوالی پیر کرو سلامت باشی آقای مصطفی محمدی خوش آمدی و موضوع برنامه ما تنبلی است میخوایم که نظر خودت داشته باشم یاره همه تنبلی چی معنی داره یا تنبلی نمیفهمم تنبلی واقعی هم واقعی هم که ما یاموز بد میایم اونا که تنبل هست فعلا بعد شخص های بعد شنوند ها دور باشه بعد یک های پیدا میشه که به نماز صبح بیدار میشه تو وقت بیدار میشه که میشه باشه میخونه پنگه چیزه بعد درده چیزه بعد میشه میمانه یک باشه بیدار میشه نماز تو غذا میشه به واقعه که وقت به تنبل خود رو مخته نکنه تو یک باز رو مخته شدی و با همیشه و شیطان شما رو به تنبلی رو مخته میکنه این کار مبینی که میشه باید تو وقت از خواب بیدار میشه آماد خدا میخوانیم تنها نماز صبح نه پنج وقت مکمل باید شما تمام تشکر و خیلی باشه تمام تشکر سلامت باشی زنده باشی خب مصطفی کجا رفتی خداحافظی میکنی؟ نه خداحافظی نمی نمید خواه مصطفی محمدی یک معمای جایزه دار است میگه صغیرا نداره اما کبیرا داره صغیر نداره کبیر داره بله جایزه دار است خب همکاری نمیشه دیگه نمی معمای جایزه دار همکاری نداره درست است؟ خب بیزمت همه چیز کنه تکار کنه مگه آن چیست که صغیر ندارد اما کبیر دارد این پول نیست جایگاه بلند که پولن کسا همه صغیر نه خیر نیست پول نیست میریم طرف سوالای چهار جوابه خب بگی هم نیست نه خیر نیست خب میریم طرف سوالای چهار جوابه گرانبهاترین فلز دنیا چیست؟ رودیوم، طلا، پلاتین، بالادیوم. گزینه اول. پلادیوم نیست. گزینه اول. گزینه اول رودیوم، بله گرانبهاترین فلز دنیا رودیوم است. تشکر آقای مصطفی محمدی از اینکه با برنامه تماس گرفتید. 0775935935 شماره تماس برنامه است و میل سراغ تماس و همش این بازم از شنونده ما. بله سلام علیکم. سلام خوب هستید سلامت باشین زنده باشین شامتان بخیر تشکر سلامت باشین نبی جان عزیز شام شما بخیر با کی هم کلام هستم از کجا تماس گرفتین لیلا جان از کابل زیبا بسیار خوش آمدین خواهر عزیز به برنامه موضوع برنامه ما تنبلی کردن از تنبلی است خودت میخوای نظر خودت هم داشته باشم من کار خوب نیستم و کسایی که تنبل میباشه تنبلی باشه اضافه میشه و اصلا کافی نیست انسان ها باید همیشه وقت سهر فیز باشن تا
صحتمند و تندرست باشم. بسیار عالی. خب اول معمای جایزه دار پرسان میکنم که دمی چند روزم طول کشید. صغیرا ندارد اما کبیر دارد و معمایی که امشب براتون گفتم آن کدام کشور است که در چشم ماست؟ چین. بله چین. چین؟ بله در چشم موکای چین. نه نه چینای بغل چشم میگفتی. نه خیر نه نه در چشم ماست. بریم به طرف سوالات کنم. میریم. هم رادیو رو مواد چه پخش کن خواهر عزیز؟ رادیو پخش کن. آواز انعکاس میکنه به او خاطر من پرسان کردم. خب درست شد. خب میریم طرف سوالای چهار جوابه. بزرگترین صنعت جهان کدام است؟ الکترونیک، فولاد، نفت، موترسازی. گزینه اول نیست؟ الکترونیک؟ بله. نه خیر نه الکترونیک نیست. یک بار دیگه میشه تکرار کنه؟ بزرگترین صنعت جهان کدام است؟ الکترونیک، فولاد، نفت، موترسازی. گزینه سوم کار میکنه. گزینه سوم نبود. تشکر خواهر عزیز، سلامت باشی. تشکر از شما، وقت خوش. خدا نگهدار. نگهدارتون. برنامه شب خوش است و تا ساعت از هفت ادامه دارم. من امیر جهیش هستم. شماره تماس برنامه 0779353535. جهان سپاس از شما که 93.5 ار ان اف ام برشون در انتخاب کردین و باید بگیم که اگر میخواین کامنت بانین میتونین با صفحه فیسبوک آریان اف ام برین. اول صفحه فیسبوک آریان اف ام لایک کنین، بعدا میتونین زیر پست برنامه شب خوش کامنت های مقبولتون رو بگذارین. من کامنت های شما رو به خوانش میگیرم و باز هم تماس. بله سلام علیکم. السلام علیکم نبی جهش، چی حال داری؟ شامت بخیر. علیکم السلام، تشکر، سلامت باشی، زنده باشی، شام شما بخیر باشه. مسعود برمانت نبی جان بخیر هستی، سلامت باشی. مسعود مسعود غیر حاضر والا مطرف خانه ما قید نشده باشه دیگه. خانه قید نشده اما حضوریت قید شده. چی دو میده دادی؟ والا دیگه ما چیم قربان علی دیگه، اگه یک رقه باید از پیدا کنی که وام چی باشه از دکتر، یک تصدیق مریضی باید از بیاری که باز بعد از اون بازم. من باید رو کنم روان نکردم، یک وقت مو نمبر خود پیش نبود، یعنی این کارت ما که گرفتم پس از فرس این کارت رو گرفتم، بعد بختیه میشه جایش بود کلو نمبر ها رو هم پیش جاگه نمون. خب همون مشکل بوده خیلی؟ این کارت رو پس از فرس گرفتم دیگه کل شما رو رفت و جاگ از شما رو داشتم دیگه، این کارت رو پس از فرس دیگه کی داد؟ خب خیره خیره کدام گپ نیست. حالا این تماست خوب است که برقرار شد. خب مسعود عزیز، موضوع برنامه و تنبلی کردن است و خودت هم از نمو جمول آدم هاستی که به خاطر که تماس نگرفتی. سلامت باشه، یک سلام خدمت خانم در تنبلی بدرستم بر جایش بد نگه حالا حال می سوزه از همه کار بار تصمیم دوزه آدم ها در چیمی منی یک و بگیم دیگه بدر نموند از کل کاربر موندی و از همه صرفتا میمونید تنبلی. بله. خب مسعود، یک معماست میگه کدام کشور است که در چشم ماست؟ نه در اول برنامه گفتی به خیلی سرش فکر نگه فکرم در تماس گرفتن به هیچ فکرم نشد. خب این معمای دیگر رو جوابش رو گفتم، میتونه جایزه دار که هستک؟ یک قربانالی تیز محبت داره محبت. این محبت لای محبت گفته، گفته که صغیرا ندارد اما کبیرا دارد. حرف نباشه، مثلا حرف کافو دین نباشه. حرف هم نیست، جوابشون در پیش مبود نیست. خب بریم دیگه طرف سوالای چهار جوابه. اگه خودت منتظر هم بودی دمی چند روزه؟ بله اما فرمین نبیگن بسرمین. خب بسرمین، چون سوالا رو ما میخوایم که یک دوران دوباره سوالا تکراری شده، تکراری میخوایم پرسان کنم که چقدر دوستا در فکر خود در مغز خود این سوالای ما را جای دارن جوابای درست شه. خوب است. کدام حیوان مغز ندارد؟ عروس دریایی، فیل، موش، ستاره دریایی. فیل، موش، ستاره دریایی. بین دریایی، فیل، موش، مغز ندارد. دیگر فکر میکنم بین گزینه اول و بین شده که بان را سر گزینه برو، سر گزینه برو. سردی پیدا کردم. خب گزینه سوم. موش؟
نیست نبی جان؟ نه خیر، نه یک قوشیار بود در روز دریایی هم نبود. امینه ولی موش به خدا کمی نمت کمی شرفه شد وقت مگریز از طلاق کت خود از طلاق فرار میکنه تو یک چیز بود. گزینه چهارم درست بود. ستاره دریایی بود. تشکر مسعود، سلامت باشی، زنده باشی. قربان شوشی خدمت دما باشی. بخیر باشی، قربان برای تا بگیری، خدا و نگهدارتان. خیر باشی، خداحافظ. 0-7-935-935 شماره تماس برنامه است. برنامه شما خوش است و موضوع برنامه ما تنبلی است و باسه هم بین سراغ تماس ببینیم که باسه هم با کی هم کلام شده میتونیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم نبی جان، خوب هستین؟ علیکم السلام، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین، شما خوب هستین، شامتون بخیر. شام زیبا، شما بخیر. بخیر باشین. نامکتون از کجا تماس گرفتین؟ میر حسین است، کابل زیبا بچم. میر حسین جان بسیار خوش آمدی برادرکم با برنامه. صنف چند مکتب هستی میر حسین جان؟ چی؟ صنف چند مکتب هستی؟ صنف شش. صنف شش؟ خب میر حسین، تنبل خو نیستی، موضوع برنامه تنبلیست، میتونی نظرت بدی؟ من سرخیز هستم، تنبل نیستم. آفرین آفرین، معلوم میشه می صحبت کردنت معلوم میشه که خودت تنبل نیستی، بسیار لایق بچه هستی. میر حسین جان، مگه آن چیست، آن کدام کشور است که در چشم ماست؟ شوروی نه؟ شوروی نه نیست. سوال های چار جوابه میره، من یک سوالک آسان از پیشت پرسان میکنم. خوب است؟ بله صحیح. کدام حیوان ناشنوا هست؟ مار، موش، خرس، ماهی؟ مار. بله آفرین، ماشاءالله، نام خدا، این لایق بچه بودی، تشکر میر حسین. بله مار است. قربان علی سلام بگید. علیکم علیکم السلام، قربانم سلام میگید. علیکم سلام، برو خدا من نگهدارت باشه، خداحافظ. خدا نگهدار، خداحافظ. 0-7-935-935 شماره تماس برنامه و باز هم میریم سراغ تماس دوستا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، اینجام زدر دمدم شما تام بخیر. علیکم السلام، دمدم شما شما بخیر باشه. با کی هم کلام هستم، از کجا؟ خریبینی تشکر رحم الله کریمی هستم از ولایت لغمان. رحیم الله جان کریمی بسیار خوش آمدید. دیگه حال دیگه هفته هم شیشته خوب، یک هوای خوب شما از دیگه در لغمانه. دقیقاً و خیر باشی یا و خوی کده میمود. چی کدی؟ نفهمیدم. گفتم ما خوی کده ما خیلی خوب هوا بوده، ما رو قرار سر بام هست ما میادیم. او بشک سر بام بالا شدی، چارپایی هست سر بام یا نه؟ نه در سر بام چورپایی یکوان برای شب استراحت نمیشه سر بام؟ همه سر بایی نیست، همه تو جای جور قدم قرار یک پتور اوال که اوار که یموجه دیگه خود یک بغل انداختی ها؟ همه تا فریزر خود این چمان هست. بشک بشک، برو دیگه آنه خوب است که ساتک تیر است که بی بادپکه از بادپکه خداییز دیگه همونجه ها؟ آلا اوتره. خب میگه آن کدام کشور است که در چشم ماست؟ کدام کشور است که در چشم ماست؟ با فکر ما عربستان هست. عربستان نه نیست. نشد؟ خانه کعبه نیست؟ نه، آنجی کشور است که در چشم ماست. نشد، نمیفهم که چی رفت. و سوال و معمای جایزه دارم دیگه او رو نمیفهمی حتمن دیگه، صغیره نداره اما کبیره داره. صغیره نداره، کبیره داره. صغیره خب ریسک باشه، ریسک طوره که صغیره نداره کبیره داره. ریش؟ ها بشک پیدا کردی جوابش، همی جوابش بود. خب همی بود؟ همی بود بله، ریش برود بود. اینه برند، والا برنده شدی به خدا. نامت چی گفتی؟ رحیم الله کریمی. باش کمی رحیم الله کریمی که من شماره تو یادداشت بیارم که با جایزه برسه.
خو کمی که باز نگویی که جایزه ما رو روان نکردن. بخیر باشی. همین دو شماره آخرت بگو چند است. خواهد شما را برد میگم که او را بر رای کنی چطور؟ نه امید شماره آخرت بود که باز دیگه شماره رو نمیگیم. باز شماره که اگه گفته شد باز در بدرت میکنن مردم. خدا این شماره خالق از ما یادم میای خود. دیگه شخصی شماره که ما تو دیگر. دو شماره آخرت یاد نداری؟ نه ولی خدا آخر میاد نیست خود شخصی شماره که ما تو دیگر. خب شماره شخصی تا دیگه باز در رادیو گفته نمیشه به خاطر از اینکه باز رادیو رو کلگی میشنوه دیگه با فکر کو که اون شماره تا دیگه باز اوسو پرتو باز در بدرت میکنن. خیره باز ما شماره تا باز دیگه شو که تماس گرفتی باز شماره آخر تا بگو باز ما میگم درست است زیر به یاداش بگی. سلام علیکم. بخیر باشی ریملا جان. خداحافظ. تشکر خدا یار نگهدار. اینه بالاخره معمای جایزه داره ما رایمالا پیدا کرد گفت که صغیرا نداره کبیرا داره بله ریش بروت است که صغیرا نمی داشته باشه. میره سراغ تماس بعدی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام. چی حال داری خوب هستی؟ تکر زنده باشین. شما خوب هستین؟ بخیر سلام. سلامت باشین زنده باشین. با کی هم کلام هستم از کجا تماس گرفتین؟ نازی گل هستم از بلای فلوگر شما هم کلام شما. بی بی گل؟ نازی گل. نازی گل. من گفتم بی بی گل خواهی میگی. خب خواهر عزیز بسیار خوش آمدین به برنامه. موضوع برنامه ما تنبلی است. میخوایم که نظر خودتان داشته باشم. تنبلی خوب یک کار بد است. باید حداقل کس کوشش کنه که تنبلی خود از دور نگاه کنه. بله. گر به قدر یک لحظه غافل شوید دور صد پرسنگ دو منزل شوید. همون بگه پس آدم های تنبل همیشه ناکام است پسمان است. خب معماست میگه آن کدام شهر است که در چشم ماست؟ خب اینا نفهمیدی سوال های چهار جوابه را. خب بریم دیگه. بریم. میره نخستین فلز که کشف شد کدام است؟ آهن، طلا، مس، آلومینیوم. نظرم شاید طلا باشه. طلا؟ بله. همه دخترها همیشه پشت طلا را گرفته. همیشه چیز می طلا؟ نه گفتم شاید طلا باشه. نه خیر نه. نخستین فلز کشف شد طلا نیست. آهن، طلا. بله؟ مس مس. بله جواب شما درست است. مس است مس. اولین آهنی که کشف شد فلز کشف شد مس بود. تشکر خواهر عزیز از اینکه برنامه تماس گرفتی. تشکر از تمام که تماس ما رو وصل ساختین. وقت خوش. سلامت باشی. خداوند نگهدارت باشه. خداحافظ. خداحافظ. معمای جایزه دار ما رو جواب گفته شد که او را رحیم الله گفتن. دیگه باز رحیم الله دو شماره آخر خود باز بگو که باز هم کردیت چه برش روان کنیم. میریم سراغ تماس و مشنایم از شنونده بدیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. نبی خوبه شدمن. علیکم السلام. زنده باشی. تشکر. خودت خوب هستی. شامت بخیر. شامت تمام بخیر. الان نبی یک سلام تقدیم میکنم به قربان علی. سلامت باشی. زنده باشی. قربان بلایت بگیر. حتما دیگه اسمت چیزی سوراب هستی. بله؟ بله سوراب جان بسیار خوش آمدی به برنامه. موضوع برنامه ما تنبلی است. نام خودت تو خود تنبل نیستی اما می خوایم که صحبت هایت داشته باشم. نه خیلی تنبلی اگه ما شما تنبلی بکنیم و درس نخوانیم از ما جور نمیشه. بله آره نبی خان اگه ما شما کوشش بکنیم اگر در قابل مشکلات ما شما مقابله کنیم تنبلی نکنیم میتونیم که در قوه مفصلیت انشاءالله برسیم. آفرین بسیار عالی بسیار یک نقطه بسیار هم تو خوب اشاره کردی. خب معمایی که پرسان کردم میگه کدام شهر است که در چشم ماست؟ اما کره نباشه نبی خان. کره؟ او بیشک والا او بچه تو چقدر لایق شدی. اما کره از بله کشور کره. اینه نبودی اما سانتی گفتیم والا. اما تو خدایی گفتی یا نیزی یا فکر کردی؟ نه سانتی گفتم نه اما گفتم در چیم جز کره باز دست همه یا گفتم باش کره با الان کدام کشور شهر کشور است که در چشم ماست؟ تو کره است. کره اینا دون خوب نمی دونم خوب از پیشونی نشی نه بودم اینا با تو می چه کافی سال کلون نبی پیدا کرده که تو جان کره مگه ما چه تو چیزم بوده والا. آفرین ماشاءالله نام خدا لایق هستی. بخیر باشین. بیاک بریم طرف سوالای چهار جوابه. درست از بفرمایید. بزرگترین کشور
وارد کننده کالا در دنیا کدام است؟ چین، هند، امریکا، برازیل؟ میخواب امریکا. امریکا؟ آها. من میگم چین است. من میگم امریکا. امریکا است. بیا که شرط بزنیم. میزنی؟ نه نه. همو امریکا است، تو برنده شدی. نه نه. خواست میزنم اونا. بله. بزرگترین کشور وارد کننده کالا در جهان امریکا است. تشکر برادر، سلامت باشی. سلامت باشی. نمیجا یک دوستا که دیگه واسه میخوام امروز دل صحبت کنم. بته بته که امروز صحبت کنم. تو خاطر دم واسه جای تو اصلا نمیتن امروز صحبت کنم. آ بتهش. بله سلام علیکم. سلامت، تشکر. شما شام شما بخیر باشه. نام شما چی است؟ آزنده و سلامت باشه. آزده که خودت یک ذره ترق پرق داره. تشکر از اینکه خوش شدم که واسه شیدم. اوقاتت خوش باشه. خداحافظ. خداحافظ. تازه های دنیای طبی، راه های پیشگیری و تداوی امراض، معرفی امراض ساری و غیر ساری، برنامه شفا، شفا بخش امراض. 0779359335 شماره تماس برنامه است و باز هم میریم سراغ تماس، ببینیم که کی از کجا تماس میگیره و کی هستن. بله سلام علیکم. بله سلام. بله سلام علیکم، شام شما بخیر. تشکر. سلام. یک ذره بلندتر صحبت کنین، یک موقعیت که درست بگیرین. حالا میشنوین ابی عزیز؟ بله صحیح شد. مسعود جان آریا، خوش آمدین به برنامه. سلامت باش. تشکر. یک سلام به قربان علی که تماس ما بالاخره وصل کرد بعد از 3 روز. بله قربان علی، ولی وظیفه ایش هست اینمی دیگه، باید از تماس ها رو وصل کنن. اوه نه، وظیفه ایش خواست و یکان دفعه دشمنی میکنه نمیکنه وصل از ما. نه دشمنی نیست، خب من تا دیگه بیچاره یک ذره تماسا زیاد هست دیگه، مجبور میشه که دست پاچه شوه. خطا میشه. اون نموگه بس. مسعود آریا، موضوع برنامه ما تنبلی است. دقیقا موضوع خیلی خوب. تنبلی بر انسان هیچ کار خوب نیست، باید انسان تنبل نباشه. دیگه همیشه موفق باشه، کوشش بکنه در مسیر زندگیش که موقعات بر خود جور بکنه، مطابق موقعات روزمره کارهای خود انجام بده، تعلیم، تدریس، ورزشی که پای خود از تنبلی چیز جور نمیشه. اگه تنبل باشه میشه ناکام و پسمانده است دیگه. بله بسیار عالی. خب معمای جایزه دارم جواب گفتن دیگه، در نصیبت نبود، میریم طرف یک معمای دیگه. بریم، نبود در نصیب نبود. میگن چیست که هرچی آن را بیشتر بکشیم کوتاه‌تر میشود؟ سیگرت نیست؟ سیگرت؟ سیگرتی خو نیست یا بچه؟ نه دست خویم که بفهمم. واقعا میره زیاد چونیده بودیم این معامله بر تکرار بوده. من دیدیم در کجا گفته بود هر قدر که کش میکنه هم قدر کوتاه‌تر میشه. اما نمو سیگرت هستک. بله سیگرت هستک. مسعود این یک معامله را ایلا با ایلا که جواب گفتی. ولی برو خوب شد امیر خود جواب گفتم بالاخره. بریم طرف سوالای چهار جوابه. بریم. میگه کدام اندام داخلی بدن قادر به ترمیم خود می باشد؟ گرده، جگر، شش، میده. میده شاید باشه. میده؟ نه والا میده که یک میده در چی دیده که جور نمیشه، بخود در به درت می کنم. گرده خیلی گرده. نه خیر نبود بس جان، تشکر، زنده باشی. خیر باشی نبی عزیز، خوشتون صدایت شیدین. یک سلام از افغان جان، زهرا جان و همه اینسا که میشنوه. شام مقبول داشته باشی. خداحافظ. بخیر باشی، خدا با نگهدارت باشه. خداحافظ. خداحافظ. 0779359335 شماره تماس برنامه و باز هم میلی سراغ تماس های دوستا. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. اوف اوف، بیشک بیشک. یعنی قوی جان چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر باشی. تو خوب هستی؟ یک قصه منتظر بودی که چه وقت تماس تا قربان علی بگیره؟ نیوانا که من بار دوم زنگ زدم قربان علی، خدا یارش ما رو میشنستم. اما تو دیریک کما در پیشریت. والا بیشک قربان علی، به خدا یک رقم اونم میشنسته که هیچ پرسان نکو. ما وارد خوب بیشتر چی چاش برد گفتم نه؟ اندیوالا سرمایدی دوستی رو امضا کردین شما دو نفر. خب قوی، موضوع برنامه ما تنبلی است.
یک دقیقه صحبت کنم مشنوم. موضوع برنامه تنبلی. تنبلی خود عموم انسان خرابتر میکنه، تال و سست مخته میکنه. خود عموم باید انسان استقامت کنه، تنبلی نکنه، چون خداوند در قرآن خودش گفته که شما باید زمین آباد کنین، چون زمین ساده شما آبادی کنین. از این خاطر آبادی خوب است دیگه، آبادی از تنبلی، یعنی تنبلی به درد نمیخوره. عموم برات میگم کسانی که تنبل است و مردم به چشمه سبک سعی میکنه. بیشک آدم های تنبل همیشه دیگه کل اگه میگه برو آدم گمش کن میگه او تنبل است و رید نگو با کار نگو کار نمیکنه، از چشم افتاد، از چشم مردم هم افتادگی میباشه. خب میریم چی سالگری است؟ چی وقتا سالگری ما؟ میگه در ماه اپریل است. نه سالگری ما کس تک در ماه حمل است. خدا ماه اپریل می دیگه ما چه ما دیگه نمیفهم که اپریل کدام است. تو بیا خیر باشه. خیر باز توفیت باز بیار. خب میریم طرف سوالای طرف چستان میریم. ما خود هنوز نگفتیم. خب امروز هم امتحان کنیم. میگه آن چیست که به علم و دانش همه چیز را همان گونه که هست آشکار میسازد. یعنی چه قسم؟ آن چیست که که نه علم داره و نه دانش، اما همه چیز را اما قسم که هست نشان میده. قرآن است. قرآن؟ ها؟ نه قرآن خونه خودش علم دانش است دیگه. خب مردم به انسان ها نشان میده. نه خیر نه نیست. خب بریم طرف سوال باشه. تاریخ نباشه طرف سوال ها میریم. خب دینی باشه مطلب دینی باشه. آه خب باز سوال های دینی که کردم باز ما یک گزینه برات میگم. کدامش را قبول داری؟ یک گزینه را قبول داری یا چند گزینه را قبول داری؟ او کسل هم قبول نیستم. او گزینه را دو گزینه انتخاب کنی بعد یک شما انتخاب میکنیم یک دیگه چانس نیست. خب یک چانس دارم. قرآن کریم در مدت چند سال تکمیل شد؟ 23. ای نه والا بشک کنه گزینه ای یک گزینه را من جواب گفتی دیگه شو پیش کن. یک سوال ذهنی. خواهر مامایت است اما خالیت نیست، چیت میشه؟ خواهر مامای من؟ اما خالیت نیست. مادر است. آفرین والا فکرت کار کردم اینجا. تشکر قوی جان، سلامت باشی، زنده باشی. خیر باشی. اینه کل سوالای ما را جواب گفتی. شماره تماس برنامه 0779353535 و باز هم میریم سراغ تماس. بله سلام علیکم. بله سلام. السلام علیکم. علیکم السلام، خوب هستین؟ سلام عرضم نوید جان با شما و قربان علی کسایی که 935 مشنوار همه دوستا سلام عرضم شماتون بخیر. سلامت باشید، زنده باشید، تشکر از شما هم بخیر باشه. باقی هم کلام هستم، از کجا تماس گرفتین؟ ممنون شما نبی جان، خودم هستم یک دانه مادر خاطر رومل تنها و شما هم کلام. رومل جان تنها، خدایی از خداوند از تنهایی بکشه تو بچه. ما مادر جان شلا بگی بخیر باز مبرایی از تنهایی. والا نبی جان چی تو میکنین دیگه، حالا وقتی آماده که تنها باشیم به خدا میفهمی. همیارم در همه تو در تاریکی ها کشتیم و کتاب شیر که تماس امورم پیشتر میخوندم باز برنامه شروع شد کوشش کردم تماس دیگیرم. خوب کردی. رومل از ولایت لغمان از کدام ولسوالیش هستی؟ من نبی جان. بله از ولسوالی اولین نیش ولسوالی قرغایی. از قرغایی بسیار عالی. چرا که مقبول صحبت میکنی هیچ فهمیدن نمیشه، چون برادرای ما که از لغمان میباشن یک کم لهجه داشته میباشن، اما خودت هیچ لهجه نداری. والا نبی جان والا خندم وقت ما گفت قبول دارم. کسایی که در لغمان هستن زودتر کسا مثلا پشتون هستن خودت میفهمی دیگه. خب نه چی هم داره؟ فارسی زبان هم داره؟ چند ولسوالیش هست؟ نه فارسی زبان خود نبی جان داره، یعنی گفتم در قوم زیادتر پشتون هستن. و نبی جان خودم کردم باز با چندین ولایت ها سفر کردیم، زیادتر عمر منجاتی شد دیگه. از خود زبان ما باز کرده دیگه، زبان ها فرق نمیکنه، زبان اصلی ما دری است و بسیار افتخار هم میکنه. خب گفتم که لهجه تمام ولایت های ما شیرین است، اما لهجه خود مردم لغمان بسیار شیرین صحبت میکنن، اما تو کم گرنگ ترک صحبت میکنن. اما خودت تو به اون خاطر گفتم که خودت چطور لهجه تو چی نداری، اما تو سبکک صحبت میکنی فارسی تو.
نبی جان. بله. از این خاطر خود نمی کنی لگ لغمانی برنده شد نی از این نه دیگه لغمانی هم برنده میشم همه فامنال من پرسان کنم برنده هستی. آه شوخی کردم نبی جان دیگه واقعا در هر مملکت باشه هر ولایت باشه نبی جان دیگه زبانه خوبون پیدا میشه خیر کمان کلش هر ولایت ما شیرینی زبان خود داره. بله دیگه قابل قلب است. آه میریم طرف سوالای چهار جوابانه طرف چستان میریم. آه بفرما نبی جان. میگان چیست که به علم و دانش همه چیز را همان گونه که هست آشکار می سازد؟ یک بار باز تکرار کن نبی جان. آن چیست که به علم و دانش همه چیز را همان گونه که هست آشکار می سازد؟ کتاب نیست نبی جان؟ نه خیر نه. بدون علم کتاب؟ دانش بدون علم دانش همه چیز را هیچ علم دانش چیز نیست هر چیز همه قسم که هست اونم تو نشان می ده. حالا نبی جان بسته بگیم دیگه تلمیزین نشد. حالا نبی جان جو سخت نه نشد. خب خیلی میدیم طرف سوال چهار جوابه. آه درست هست نبی جان. میریم طرف سوال چهار جوابه. میگارامگاه مولانا در کدام شهر است؟ بلخ، قونیه، تبریز، باکو. حالا نبی جان نگر باز تکرار کن. آرامگاه مولانا در کدام شهر است؟ بلخ، قونیه، تبریز، باکو. فکر بلخ. بلخ؟ از همون شنیدی که مولانا جلال الدین بلخی گفته؟ بله. اما نه در بلخ نیست. بس گذنیست من. تبریز؟ بله. آه تبریز هم نبود. تشکر سلامت باشی زنده باشی. آه نویدان دیگه خوش شدم که آواز شنیدم. یک سلام شدی شدم به قربان علی جان. من میخواستم یک دو بیتی بریز بگیم اما نوخت از دیگه. بگو خیره بگو یک دو بیتی هم بگو. آه بگیم بریز؟ بگو بگو بگو. البته دو بیتی نیست چهار بیتی سبق اشپی شد به قربان علی جان تقدیم باشم. یک کجا هستی عزیز قد بلندم؟ کجا هستی عزیز قد بلندم؟ سیا چشمان نگار و عبر و کمندم. کجا هستی بیایم من کنارت؟ کجا هستی بیایم من کنارت؟ بگیرم بوس از چشم خمارت. اوه 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 قربان علیات خوشحال شد میگه نه به خدا. نویدون لاله قند خوش مواز داشتیم در سلام به ساگن جان همچنان به زهرا جان و کسایی که 93.5 همشنان نویدون زیاد دوست دارم قربان علی را خبی خوش قشستم. سلامت باشی تشکر زنده باشین برادر عزیز. خدا خوش خدا و نگهدارت باشه خدا حافظ. خب قربان علی هم همه گیره دوز داره. خب میریم طرف کومنت ها بریم که دوستایی که کومنت گذاشتن باید از کومنت هاشون هم بخانش گرفته شد باز کومنت هاشون فراموش ما نشه. اولین کومنتی که گذاشته شده از جان محمد نوریز گفته سلام سلام نبی لالا شام بخیر خدا کنه جور صدمن باشی. یک سلام به همه شنونده های آریانا جان محمد نوری هستم. تشکر از شما نبی لالا سلامت باشی زنده باشی. برند کابل گفته هر قدر که در زندگی خود به موفقیت های رسیده باشیم بالاخره زمان فرا می رسد که در مسیر پیشرفت فرد و شغل خود با موانع بر بخوریم. دیروز بر بخوریم بروز مشکلات به خودی خود چندان مهم نیست بلکه واکنش شما در هنگام بروز مشکل دارای اهمیت است. سلام و شام شما بخیر نبی جان. سلام خدمت هم علاقمندان 935 برنامه تان را دوست دارم. اگر رومل جان برنامه را شنونده میشه جایزه مرا تحویل بده نبی جان. تشکر از شما وقت خوش ارسالی نفس برنامه برند کابل مجتبجان مشعل. و همچنان محمد زبایی رسا گفته سلام بر شما نبی جان شام زیبایتان بخیر باشه. امید است جور ساعتمن باشد و یک سلام به تمام شنونده های رادیو برنامه شام خوش و همکاران رادیو آریانا. نبی جان همیشه خوش خندان باشی. انشالله نبی جان من همه روزا برنامه شام خوش را شنوا هستم. بسیار یک برنامه زیباست با احترام منظوبه رسا باشنده ولایت جوز جان. و بلال احمد گفته سلام و صد سلام خدمت شما لالا نبی عزیز. امید که جور صدمن باشی و روزتان را تاییدم به خوشی سپری کرده باشید. و یک سپیشال سلام به همه علاقمندان برنامه شام خوش کمیل از با میزبانی لالا نبی تقدیم می شود. ما بودم مهیا
اعظمی از قندهار زیبا بر شما کمن کردم. شام همه خوش، خداحافظ. و لندن گفته لودن گفته سلام شامتون بخیر نبی جان، خوب هستین؟ یک سلام به جان محمد نوری، یک سلام به همه. راموش هستم از کانادا، شامتان خوش نبی جان، سلامت باشی، زنده باشی راموش عزیز. و عطاولا گفته سلام نبی جان، خوب هستین؟ صحتمند سرحال فایل محترم، خوب است؟ یک سلام به همه شنونده های رادیو آریانا، ما عطاولا حیات هستم از ولایت کابل هستم، سلام خاص تقدیم میکنم به دوستان گالم، قدرت الله اخبال و حکیم تنها، زینه جان وفا، لیلی جان، میترا جان، تشکر از برنامه زیبا و مقبولتان، سلامت باشین، زنده باشین. خب کومنت ها خوانده شد و میریم طرف سوالی، میریم طرف تماس های دوستا. بله سلام علیکم. سلام علیکم نبی جان، خوب هستین؟ به به، چی حال داری؟ خوب هستی؟ صدمن جان جور، شامت بخیر. میر ابوبکر جان بسیار خوش آمدین برادر عزیز به برنامه شام خوش. زنده باشین سر. میر ابوبکر، معما پرسان کنم یا سوال چهار جوابه؟ سوال چهار جوابه. میریم سوال چهار جوابه پرسان میکنیم، خوب است. همراه فوتبال چطور هستی؟ خوب هستیم. که معلومات فوتبالیت خوب است یا نه؟ خوب است. خیلی برترین گلزن فوتبال جهان چی نام دارد؟ مسی، رونالدو، پیپی، مارادونا. برترین گلزن فوتبال جهان چی نام دارد؟ مسی، رونالدو، پیپی، مارادونا. رونالدو. رونالدو؟ بله. نخواد، من میگم مسی باشه. ها؟ مشنوی؟ مسی صحیح. نه مسی نیست، که رونالدو بود. ولی جوابی که انتخاب کرده بودین رونالدو بود، جواب شما درست بود. تشکر برادر عزیز. زنده باشین. ما خیر باشین، خدا من نگهدارتون. خدا حافظ. 0779359335 شماره تماس برنامه شام خوش. بله سلام علیکم. الو سلام. و علیکم السلام. تشکر، زنده باشین. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ بله یک ذره بلندتر صحبت کنیم برادر. الهام هستم از ولسوالی قرابا. الهام جان از ولسوالی قرابا، خوش آمدین برادر عزیز به برنامه. تشکر، زنده باشین. بسیار اما تو آرامک آرامک صحبت میکنین و خیلیم که یک ذره ناراحت معلوم میشین، چطور؟ نه ناراحت نیستم. خب خوش شکر که ناراحت نیستین. در برنامه که زنگ زنیم تو خوش خوشحال باشین. خب چستانه پرسان کنین نشده و بازم تکرار کنین. چستانه پرسان میکنم، درست است؟ میگه آن چیز که به علم و دانش، به علم و دانش همه چیز را همان گونه که هست آشکار میسازد. آینه. آینه، بله جواب درست است، آینه است. اینه ماشاءالله نام خدا لایق هستی. یک سوال چهار جوابان پرسان کنم یا نه؟ پرسان کنم. بیا که پرسان کنیم از پیشت. آرامگاه مولانا در کدام شهر است؟ بلخ، قونیه، تبریز، باکو. قونیه. بله جواب درست است، تشکر، سلامت باشی برادر عزیز، اوقاتت خوش، خدا نگهدارت. 0707-935-935 شماره تماس برنامه است و باز هم تماس دوست ما را جواب میگیم. بله سلام علیکم. بله سلام نبیجه. علیکم السلام، چی حال داری؟ خوب هستی؟ دمدم شامت بخیر. دمدم شام شما هم بخیر. سلام خوب هستین؟ دوستم کارا همه خوب هستین؟ سلامت باشین خواهر عزیز. اگر اشتباه نکرده باشم الهه حیدری از ولایت زیبای قندهار، بله؟ بله. بسیار خوش آمدین خواهر عزیز به برنامه. و بریم طرف معما. بله بفرمایید. میگه باش که یک معما پیدا کنم. میگه آن چیز که پر از پر اشک بود دامن او، از دور چی استخوان نماید تن او، می سوزد و می گوید و این شد فن، او خواهی که شود زده بزن گردن او.
نفهمیدی نگفتی که یک شعر دور به دراز بودی معمای تام شعر واره بود بیا که خب یک چیز دیگه پرسان میکنم تنها به شما تعلق دارد اما سایرین بیشتر از خود شما از آن استفاده میکنند نام نه؟ نام؟ بله نام از بله مربوط شماست اما دیگه با دیگره او را زیادتر استفاده میکنن بله نام بود خب بریم سوال های چهار جوابم پرسان کنیم یا بس است؟ پرسان کنیم؟ بله خب درست است میگه کدام یک از این ورزش ها با بقیه اختلاف دارد؟ باسکتبال، والیبال، فوتبال، هندبال؟ فوتبال. به خاطر چی؟ به خاطر که با پای بازی میشه. دیگرها با دست است و فوتبال با پای است. تشکر خواهر عزیز، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر شما، وقت خوش، خدافظ. خداوند نگهدار، خدافظ. خب دوست عزیز، رفته رفته باز هم به دقایق اخیر برنامه شام خوش رسیدیم و میریم سراغ تماس‌های اخیر برنامه، ببینیم که تماس‌های اخیر برنامه را کدام عزیز ماست کجا برقرار می‌سازند. بله سلام علیکم. بعد از این مرگ نفس خواهی مرا می شمارد. بعد از این مرگ نفس خواهی مرا می شمارد. فقط از این نگرانم که تو تنها بسوی. علیکم سلام. خوب است ساعت من خوب دلم گیز تان بخیر نبی زهر. علیکم تشکر، سلامت باشی. شما هم بخیر باشه. با کیم کلام هستم؟ از کجا تماس گرفتیم؟ سلامت حسین، یک سلام تقدیم قربان علی. خیلی ممنون از اینکه تماس مرا وصل کردی. نبی جان به نظر شما کی باشم؟ سلامت باشین. نشناختم. شما زهرا هستم از سارمزاد، یعنی با شما خوش کلام هم سلام. زهرا جان بسیار خوش آمدین با برنامه. زهرا جان آخرین تماس برنامه را شما برقرار ساختین. میخواییم که یک معما یک چستان پرسان کنم از شما، درست است؟ سلامت حسین، یک چستان پرسان کردیم که بدون علم و دانش همه چیز میفهمه. امور برکن بگوین. به نظر من آینه. بله آینه هست، اما جوابش پیشتر یک برادر ما گفتن و خود جوابی که شما گفتین اونام درست است. بله بدون علم دانش همه چیز به شکل کس نشون خواهد رسید. بله جوابتون هاینه است. و یک سوال یک معمای دیگه است، میگه اون چی گرد سبز رنگ است اگر در آب ریزد سرخ می شود؟ والا نفهمیدم. خب که نفهمیدی خیر، یک معمای ما رو جواب گفتی. میریم طرف سوال چهار جوابه. میگه کدام میوه بعد از چیدن میرسد؟ تربوز، کیله، املوک؟ خب به نظر من املوک است. بله جوابتان درست است، املوک است. تشکر زهرا جان. خیلی خورسند استم کمیش ما همکلام بسیم اگر جزی تون رو اسلام خاص بیتر تقدیم مسعودان آریا رو مرجان تنها سرگنجان یک برادر ما نمیدار نام سانسی بود. وقت بخیر، خدا نگهدار، خوابهای رنگی این، بای بای. سلامت باشین، زنده باشین، خداحافظ. خب دوست عزیز دیگه تماس گرفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه وقت برنامه اجازه نمیتن. ای بود برنامه شام خوش که تقدیم شما دوستان عزیزان شد. سپاسگزاری میکنم از تک تک شما دوستان که از آغاز برنامه تا این لحظه مرا همراهی کردین و از ما که در محتوای خود هم شنونده بودن، جهان سپاس از اونا. و دوستای ما که مهمان هستن برشان مهمانی خوش آرزو میکنم و عزیزان ما که میزبان هستن حوصله مندی بسیار زیاد. و سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان که 93.5 آریان اف ام برای شنیدن انتخاب کردین. این بود برنامه شام خوش. تا فردا شب، خداوند نگهدار.